فوتبال این پدیده جذاب اجتماعی و برنامه‌ای که به متن و حواشی اون می‌پردازه. هتریک خوش اومدید. سلام، شبتون بخیر. تو برنامه امشب راجع به انتخابات مهم فدراسیون فوتبال و آخرین گمانه‌زنی‌ها در مورد شانس نامزدهای ریاست فدراسیون صحبت می‌کنیم. خوشحالیم که توی این برنامه هتریک هم محمد تقوی رو داریم، کارشناس برجسته فوتبال کشورمون که مثل همیشه با تفسیرهای خوبش ما رو همراهی می‌کنه. اما زهرا علی‌پور هم با تازه‌ترین خبرهای فوتبال زنان و همینطور انتخابات حساس فدراسیون فوتبال در استودیو حضور داره و به ما ملحق میشه. ما تو هفته‌های گذشته تعدادی از بهترین گل‌های لیگ برتر رو به نمایش گذاشتیم، اما امشب می‌خوایم بهترین گل نیم فصل اول رو با نظر شما انتخاب بکنیم. 9 گل برتر نیم فصل اول رو در این بخش می‌بینید. از فردا صبح می‌تونید به اینستاگرام ورزشی شبکه ایران اینترنشنال برید. اونجا لینکی هست که شما رو به کانال تلگرام ما هدایت می‌کنه. اونجا می‌تونید که در نظرسنجی ما شرکت بکنید. بریم گل‌ها رو ببینیم. بله، 9 تا گل رو دیدیم. خب یه مقدار ممکنه که سلیقه ها فرق بکنه، شاید شما گلی تو نظرتون باشه که تو این گلا نبوده، اما به هر شکل از دید برنامه هتریک این گل ها بهترین گل ها بود. زمین که بعضی از گل ها با اینکه زیبا بود اما کیفیت تصاویر به قدری پایین بود که با نمیتونستیم پخشش بکنیم. ما نظرتون چیه راجع بهترین گل بین این 9 تا گل؟ خب نمیخوام نظرمو بگم چون واقعا همه گل ها قشنگ بود. واقعا گل آخری که در پرسپولیس گذاشتن، خب یه گلی بود شاید خیلی بگن که تمام گل ها تکنیک فردی بود، یعنی شود از راه دو دریبل کنه، اما این گل میشه یه کار تاکتیکی بود که واقعا به دل میشست. اما ببینید، مهمترین موضوع در فوتبال من همیشه میگم که یه نفر این شجاعت داشته باشه و این هنر رو داشته باشه توپو بکنه تو گل. برای همینه که تو فوتبال ما میبینیم آدمایی که گرون قیمت میشن تو فوتبال کیان، کسایی که مهاجمن، کسایی که میتونن توپو بکنن تو گل. شما یه مربی هستی که میای همه جوانب رو در نظر میگیری، تاکتیکات میچینی، به بازیکنت یاد میدی که آقا این میاد این کارو میکنه، اون کارو میکنه. تمام این در واقع کارهای تاکتیکی بر مبنای در زمان دفاع که این توپ نره تو گلت. من خودم همیشه میگم که در یه مربی میتونه به بازیکنش اینو یاد بده که شما تحت هر شرایطی باید در اختیار تفکر تاکتیکی من باشید. تحت هر شرایطی. فقط در یک صورت میتونید اون کاری که دوست دارین خودتون بکنید. اون زمانی که توی هیچ جگرم توپ بفته دست شما،
وجود با اداره خودت. من نمیخوام به شما، نمیتونم اونجا به شما بگم پاس به عقب بده، شوت بزن، بزن تو سر توپ، نمیدونم. اونجا به هنر خودت. فکر یکی از مواردی که فوتبال ما کم پیدا میشه اخیراً گلزنیه و میانگین پایین گلزنی که ما در برنامه قبلی هم فکر کنم یک ماه پیش بهش پرداختیم. فکر میکنم که خیلی از تیم‌ها تو این زمینه ضعف دارن و نیاز به تمرین بیشتری دارن. من فکر میکنم موضوعی که تو فوتبال ما خب یه مقدار گم شده، نه الان، چند ساله که خب خیلی از مربی‌ها میان برای نباختن. ببینید یه موقع است، ببینید شما وقتی گواردیولا صحبت میکنه میگه من فقط میرم برای بردن، فرقی هم نمیکنه میخواد تیم من هر تیم باشه، من فقط میرم برای بردن. اما تیم نیوکاسل مربیش فقط برای بردن نمیرسه بروسکه، میره نبازه. حالا تو این شرایط یه موقع بردم، این یه تیمایی هستن که برای نباختن بازی میکنن. یه تیمایی باید فقط برای بردن بازی کنن. من اعتقادم تیمی مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور محکوم به بردن و اینا باید تو این موضوعات در واقع تاکتیکی زمان حمله میتونن شرایطی فراهم کنن. درسته من اعتقادم در نهایت این بازیکن توپ میکنه تو گل، اما اگر بتونید شرایط طوری فراهم کنید که شانس گلزنی رو ببرین بالا، خب ایراد نداره بس یه بازیکن پشت توپ خراب کنه، بالاخره یه توپ میکنه تو گل. اینو فکر میکنم بیشتر بود. ما یه بار دیگه هم در اواخر برنامه گل ها رو پخش میکنیم تا راحت‌تر بتونید نظر بزنید که خب میذارمش روی شبکه اجتماعی شبکه و میتونید که اونجا مراجعه بکنید. اما ما تو برنامه‌های قبلی راجع به علی کریمی و کیومرث هاشمی، دو تا از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال صحبت کردیم. شهاب عزیزی خادم و مصطفی آجرلو دو گزینه دیگری هستن که ثبت نام کردن و میخوان رئیس فدراسیون بشن. بریم سراغ زهرا و در این مورد بیشتر بشنویم. همونطور که مزدک گفت، امشب میخوایم درباره علی کریمی و میخوایم درباره دو نامزد دیگه غیر از علی کریمی و کیومرث هاشمی صحبت بکنیم، شهاب عزیزی خادم و مصطفی آجرلو. چهار نامزد تصویرشون رو داریم می‌بینیم. از شهاب عزیزی خادم شروع کنیم. عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه سایپا و عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه پیکان. شهاب عزیزی خادم معاون اسبق پارلمانی وزارت رفاه بوده و ریاست و عضویت هیئت مدیره چند شرکت و مجموعه اقتصادی و دولتی رو هم به عهده داره، چهره‌ای که برای این پست پیشتر هم نامزد شده بود. بریم انتخابات سال 95 که آقای عزیزی خادم به دلیل نداشتن شرط 10 ساله مدیریت که در اساسنامه سابق بود تایید صلاحیت نشد، در حالی که سبد آرای خوبی داشت. طبق توافقی همون زمان آرای عزیزی خادم به سمت مهدی تاج رفت و تاج هم در برنامه 90 قول داد او رو به عنوان دبیر کلش انتخاب کنه، اما بعداً زد زیر قولش. شهاب عزیزی یک سال بعد از اون نامزد آخرین پست باقی مونده هیئت رئیسه شد، اما باز هم رأی نیاورد و این بار با داد و فریاد خطاب به مهدی تاج در اعتراض به وضعیت شمارش آرا در جلسه مجمع اعتراضش رو نشون داد. عزیزی خادم البته در فدراسیون علی کفاشیان از اعضای هیئت رئیسه بود. این عضویت اما همراه بود با تخلف از اساسنامه سابق که نه تاییدیه فیفا رو داشت البته و نه در هیئت دولت تصویب شده بود. عزیزی خادم در اون زمان شرایط سنی مورد نظر اساسنامه رو نداشت برای نامزد شدن در این پست. گفته میشه شهاب عزیزی که با علی یونسی وزیر سابق اطلاعات ارتباط خانوادگی داره با پشتوانه حمایتی از سمت اسحاق جهانگیری یا بهتر بگیم تیم صنعتی دولت حسن روحانی وارد انتخابات شده، چهره‌ای که مثل کیومرث هاشمی در دولت احمدی نژاد وارد عرصه مدیریت اقتصادی و ورزشی شد، اما در انتخابات سال 96 به سمت دولت روحانی چرخید و یکی از ساختمان‌های تحت مالکیتش رو به برپایی ستادی برای کمپین انتخاباتی او اختصاص داد. و اما یک چهره سپاهی شناخته شده در فوتبال ایران هم داریم در این انتخابات، سردار مصطفی آجرلو، یه همیشه اصولگرای سنتی که عاشق مدیریت در فوتباله. ورود آجرلو به حوزه مدیریت فوتبال از ریاست هیئت فوتبال نیروهای مسلح شروع شد. آجرلو پس از اون مدیر عامل باشگاه مقاومت، باشگاه فتح، نایب رئیس اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها و مدیر عامل اینجا دارید می‌بینید مدیر عامل باشگاه پاس تهران انتخاب شد. سال 79 زمانی که مدیر کل تربیت نیروی انتظامی بود، محمد قالیبا فرمانده وقت نیروی انتظامی او رو به عنوان مدیر عامل پاس
انتخاب کرد. تنها نقطه عطف کارنامه مدیریت آجرلو شاید همین جا باشه، جایی که با پاس تهران قهرمان لیگ برتر شد، تیمی که در اون سالها و با حمایت قالیباف فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران متمول ترین تیم باشگاهی ایران بود. آجرلو در زمان حضورش در پاس وارد کار رسانه‌ای هم شد. ایفنا اولین خبرگزاری ورزشی ایران رو راه انداخت و مدیر مسئول روزنامه پاس جوان هم بود. پس از پاس راهی شهرداری تهران شد، جایی که یار قارش محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران براش سازمانی رو تأسیس کرد با عنوان سازمان ورزش شهرداری تهران، سازمانی که پیش از حضور آجرلو در شهرداری اصلا وجود خارجی نداشت. شهریور 95 معماری نیوز در گزارشاش از پرونده املاک نجومی فهرستی از افراد و سازمانهایی منتشر کرد که به هر شکلی در لیست واگذاری‌های شهرداری تهران در دوران مدیریت قالیباف حضور داشته و از رانت برخوردار شدن. میبینید که آجرلو زمینی رو در محله دربند تهران با 50% تخفیف به قیمت 520 میلیارد تومان خریداری کرده بر اساس این فهرستی که منتشر شده بود. سردار عاشق مدیریت در فوتبال تا بهمن 88 ریاست سازمان ورزش شهرداری تهران رو به عهده داشت، تا اینکه به دعوت حسین هدایتی مالک متمول وقت استیلازین به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه انتخاب شد. آجرلو کمتر از یک سال در این سمت فعالیت کرد. اختلاف ها با هدایتی در نهایت منجر به قطع این همکاری شد. اوج این اختلاف ها در ماجرای جنجالی روزخاری علی کریمی بازیکن وقت استیلازین بود، ماجرایی که خبرگزاری فارس بهش پروبال داد و آجرلو هم حکم به اخراج علی کریمی. هرچند در نهایت با میانجیگری و روبوسی این دو این قائله به پایان رسید، کریمی برگشت، اما آجرلو دیگه جایی در مدیریت این باشگاه نداشت. همون سال آجرلو به عنوان رئیس سازمان رئیس ورزش سپاه پاسداران انتخاب شد و تا سال 97 در این سمت مشغول به فعالیت بود. در آخرین سال ریاستش بر این سازمان، یعنی در خرداد 95، به عنوان مدیر عامل باشگاه تراکتور انتخاب شد و نزدیک به یک سال و 11 ماه این پست رو در اختیار داشت. یکی از اولین اقدام‌های آجرلو در این سمت فسخ قرارداد بازیکن ارمنستانی تراکتور بود، وارازداد هارویان، که یک روز بعد از عقد قرارداد 2 ساله این بازیکن با این باشگاه اتفاق افتاد. سایت رسمی تراکتور اون موقع به نقل از آجرلو نوشت و این پست رو هم همون موقع خود آجرلو در اینستاگرامش منتشر کرد که من برای وحدت آذری‌های عزیز به تبریز اومدم. از اونجایی که پیوستن بازیکن تیم ملی ارمنستان به تراکتور میتونه این وحدت رو تهدید کنه، از خرید این بازیکن صرف نظر میکنیم. بی‌ثباتی تیم تبریزی در دوران مدیریت آجرلو و خشم پرشورها از وضعیت تیمشون در نهایت هیئت مدیره تراکتور رو ناچار به اخراج او کرد، تا در میان شعار هواداران این تیم که تراکتور پادگان نمیخوایم این باشگاه رو ترک کنه. او حالا با حمایت یار دینش قالیباف رئیس فعلی مجلس ایران وارد این کارزار انتخاباتی شده، موضوعی که آگاهان میگن تا روز آخر انتخابات بین او و کیومرث هاشمی یک نفر باقی میمونه. تا روز آخر که یک شنبه است صبر میکنیم. برمیگردیم به شما. مرسی، متشکرم از زهرا. اما باز هم میخوایم راجع به انتخابات فدراسیون فوتبال صحبت بکنیم. صحبت های نامزد های ریاست فدراسیون فوتبال در مناظره ها و برنامه های منتشر شده اونها یه مقدار عجیب و غریب بود. بعضی هاشون مثل علی کریمی مجوز پخش هم نگرفت. اما خب میتونیم که در این بخش بریم سراغ گزارش احسان اکبری و ببینیم که در سایر ماجراها چه اتفاقاتی افتاده. به ترتیبم نشستن قرعه کشی کردیم، هم برای نشستن هم برای سلام علیکو. مناظره ضبط شده و به قول علی کریمی نمایشی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال از شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. برنامه‌ای که در آن کیومرث هاشمی، شهاب الدین عزیز خادم و مصطفی آجرلو برنامه‌های خود را برای اداره فدراسیون فوتبال ارائه کردند. موانع پیش روی توسعه فوتبال کیومرث هاشمی که رسانه‌ها از او به عنوان گزینه وزارت ورزش یاد می‌کنند، موانع پیشرفت فوتبال ایران را معرفی کرد، اما برنامه‌اش را برای رفع این موانع واضح نگفت. که من دو تای اول رو می‌خونم. هاشمی در بخشی دیگر از حق پخش تلویزیونی گفت، از نیاز فوتبال به درآمدزایی و راه‌های آن، راه‌های ساده‌ای که احتمالاً هواداران نوجوان فوتبال هم آن را می‌دانند،
اما هاشمی راهکاری برای کسب این درآمد حداقل در این برنامه ارائه نکرد. نظر داریم هم در تبلیغات زیرش مصطفی آجرلو با ماسک و تبلت چهره خاص این برنامه بود. گفت که بستر فوتبال برای درآمدزایی آماده است و البته موفق شد با عدس، پولو، رئال مادرید و بارسلونا جمله سازی کند. عدس میخرن، پولو میخرن، برنج میخرن و در واقع هر چیزی که در سردار سپاه، پلیس و مدیر سابق تیم‌های پاس و تراکتور، مجلس، دولت و فوتبال مستقل را کنار هم گذاشت و بعد از عدس پولو آب را هم به سر سفره مناظره آورد. مدنی رو با زندگی هواداری تعریف کنیم موقع پول هست. ورزش امروز به تنهایی خودش یکی از بالهای مهمه. شهاب‌الدین عزیزی خادم با استفاده از کلمات انگلیسی لابلای حرفایش احتمالاً می‌خواست از خودش چهره بروزتری نسبت به دو مدیر قدیمی ورزش نشان دهد. تصرفات مربیان و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها MOU. عزیزی خادم رفیق حیدر بهاروند سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال که رد صلاحیت شد از دیپلماسی ورزش گفت و پای سوئیس را هم وسط کشید. تلاش در جهت همین گشایش کانال مالی است. بر اساس سوئیس حاف منافع ایالات متحده است در ایران افق. خیلی از همین الان مسئولیتی که در کشور هستن اصلا مجوز افق گرفتن سازمان خزانداری امریکا. اما غایب بزرگ این برنامه علی کریمی بود. در انتخابات بیهوده است، بیشتر به خاطر همین فوتبالیا ورود کردم. کاپیتان سابق تیم ملی او دعوت صدا و سیما را رد کرد و گفت که برنامه‌ای که پخش زنده ندارد نمایشی است و آن را به صلاح فوتبال ایران ندانست. من به خود من تاییدیه ندارم. کریمی البته به همراه یار و معاونش مهدی مهدوی کیا در یک ویژه برنامه اینترنتی شرکت کرد. من باید بدونم که الان فدراسیون فوتبال در حال حاضر چه برنامه‌ای که حاصلش 2500 تبلت برای کودکان بود اما از سوی ساترا سازمان تحت نظارت صدا و سیما مجوز پخش نگرفت. کریمی فوتبالی ترین کاندیدای ریاست فدراسیون در سالهای اخیر یکی از منتقدان فدراسیون بوده و بنابر شواهد موجود شانس زیادی برای رأی آوردن در مجمع انتخاباتی ندارد. او لابی نکرده و جز افکار عمومی حامی دیگری هم ندارد. کریمی بدون سابقه مدیریتی با شعار فوتبال پاک وارد انتخابات شده. او برنامه‌هایش را منتشر نکرده و البته حرفای خودش و نایب رئیسش هم گرفتار تیغ سانسور نهادهای امنیتی شده. چهار نامزد ریاست فدراسیون فوتبال دهم اسفند ماه چشم به رأی 89 عضو مجمع انتخاباتی دارند. نامزدهایی که با برنامه‌های کلیشه‌ای دورنمایی روشن برای آینده فوتبال ایران ترسیم نکردند. احسان اکبری، ایران اینترنشنال. من یه توضیح راجع به علی کریمی خدمتتون عرض بکنم و این ماجرایی که حالا اصلا چی شد که پخش نشد. اوایل امسال و از زمان جدی‌تر شدن برنامه سازی در فضای مجازی قانون تصویب شد که برنامه‌هایی که در رسانه‌های اینترنتی تولید میشن باید زیر نظر صدا و سیما باشن، اما این قانون جدی گرفته نمیشد. اما از فروردین امسال بنا شد که تمام برنامه‌های شبکه‌های مجازی باید بازبینی بشه و کد پخش بگیره. این کد رو سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، این همه اسم که خب ساترا نامیده میشه، در واقع قرار شد که اینا این مجوز رو بدن. یه ساختمان 10 طبقه مال سروش بود که تو خیابان مطهری بود، دادن به اونا، کلی هم حتما در واقع هزینه شده. اما از اوایل اسفند ماه این قانون جدید رو جدی گرفتن و گفتن که هر برنامه‌ای که میخواد بیاد بازبینی بشه کد پخش بگیره باید حداقل 15 روز تو نوبت بمونه، یه روال اداریه و مثل همیشه ترمز گذاشتن جلوی کسایی که تو بخش خصوصی کار میکنن. اما خب از پشت قضیه خبر میرسه که چون علی کریمی به شبکه 3 نرفته برنامه مجوز پخش نگرفته و نتونستن که اونو پخش بکنن. در زمینه یه تبلت هایی هم که قرار شد به خیریه اهدا بشه بگم که اسپانسر برنامه قرار شد این کار رو انجام بده. علی کریمی درخواست کرده بود که 2.5 میلیارد تومانی که قرار شد اسپانسر بده به خرید تبلت برای دانش آموزان محروم سیستان و بلوچستان اختصاص داده بشه، که آخرین خبر اینه که با تلاش علی کریمی قرار شده که با وجود پخش نشدن این برنامه ترتیب اهدای تبلت ها به خیریه داده بشه.
اما میخوایم بریم راجع به نامزدها صحبت بکنیم. دو روزم بیشتر باقی نمونده. محمد تقوی هم اینجاست. یه جوری هممون دوست داریم علی کریمی بشه، اما همه میگن شانسش خیلی علی رو بذاریم کنار. واقعا بود بذاریمش کنار. به این دلیلی که من فهم میکنم که شرایطی که تو فوتبال ایران هست بعید میدونم، اما همین که این شجاعت رو داشته، جسارت رو داشته، اومده و همین الان یه کاری کرده که 2000 تا تبلت برسه، حداقل هیچ کاری نکرده باشه، این کار بزرگ حداقل انجام داده، آفرین باید بهش بگیم. اما در طول همیشه علی کریمی تو این زمینه ها واقعا جلو از خیلی از بازیکن دیگه. خب ببینید، شما یه جایگاهی دارید، از جایگاهتون باید به نوع شایسته استفاده کنید که این کار خیلی خوب حداقل تو این مقطع به خوبی انجام داد. اما در طول با بقیه دوستان، آقایونی که به قول ما قرار رئیس فدراسیون بشن، من خودم شخصا چشمم آب نمیخوره اتفاق خاصی بیفته. به این دلیل که فوتبال ما درست یک نهاد مستقل غیر دولتیه، اما هم من میدونم هم شما میدونید اینطور نیست. یعنی این آقایون شاید توان اون لازم رو نداشته باشن بخون اون چیزی که توی برنامه‌هاشون، برنامه‌ایم که گذاشتن یه چیز کلی بود. اما چیزی که خیلی مهمه در حال حاضر به نظر من، که خیلی مهمه، برمیگره به فدراسیونی که ورشکسته است. فدراسیونی که نزدیک 500، اگه اشتباه نکنم 500، فکر کنم زهرا بهتر از همون 500 در نظر بدهی به ویلموتو در نظر بگیرید، نزدیک 6 میلیون یورو خیلی زیاده. 500 میلیارد تومان بدهی داره. کدوم یک از این آقایون این توانو دارن که بتونن این پولو همین الان وارد کنن که باید پولو ویلموتو بدن؟ برنامه‌ای که میشیندن واقعا هیچ کدومشون عملی نبودن. یعنی میگفت آقا ما حق پخش از تلویزیون میگیریم. چه جوری میگیرین؟ این همه سالی کسی نتونسته بگیره. منم میگم میخوام مثل بارسلون بازی کنم. چطور بازی کردنش مهمه، انجامش خب ما همه میتونیم بگیم میتونیم، اما چطور اجرا کردنشه. واقعا فدراسیون فوتبال ایران آیا بله پتانسیل لازم برای اینکه پول بسازه رو داره، اما این چطور ساختنش خیلی مهمه. من ندیدم تو برنامه‌شون ریز نیست چطور میتونن. شاید با توجه به اینکه آقای عزیزی خادم توی وزارت صنعت هست، شاید بتونه از این پتانسیل استفاده کنه، به خاطر اینکه ما میدونیم همین الان تو من خودم یادم برای شما تعریف میکردم، میگفتم مثلا من توی سن جورج پارک بودم، من دیدم یه حدودی در حدود 200 نفر بودن بازی رو نگاه، تمرینات ملی انگلیس نگاه میکردن، گفتم اینا کیان؟ هوادارم گفت نه اینا مسئولین و در واقع خانواده‌های شرکت ماشین واکسال یا همون اوپل هستن. گفتم اینا برای چی میان؟ گفت چون واکسال و اوپل اسپانسر تیم ملی انگلیسه، اینا میتونن بیان ببینن. یعنی در واقع اسپانسری داشتن که باهاشون تری کردن و تمام خرج ما رو ببینن. همین الان ما باید ببینیم که این آقایون کدوم اسپانسر میتونه وارد شه که 500 میلیارد همین الان اول به فدراسیون تزریق. بله متاسفانه واقعا فدراسیون وضع مالی نابسامانی داره، اما انتخابات فدراسیون با توجه به شرایط الان فوتبال کشور از جمله مهمترین انتخابات چند سال اخیر، انتخاباتی که خیلی از در واقع خبرگزاری روش صحبت میکنن. همکارمون آرمین قبادی پاشا گفتگویی رو با محمد مایلی‌کهن سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران انجام داده. این گفتگو رو به اتفاق میشنویم، برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم. فکر میکنید که تو این انتخابات علی کریمی شانس داره یا خیر؟ آدمایی که اومدن ثبت نام چرا خب قابل احترامن، اما خب بعضیشون خب امتحان پس دادن دیگه. درست اینو میگه آجولو خب استدازی بودن، استدازی الان کجاست؟ الان پاس کجاست؟ بعد همینه هایی که زمان ایشون توی پاس من به عنوان کسی که به هر حال بلن نیست برای در حال هر ریالی که توی من که بیوده هزینه میشه. آقای آجرلو خب ایشون پاس به کجا رسید؟ بیشتر این هزینه ها رو در زمان ایشون در پاس انجام شده یادتون بشه. خب تو اون مقاطع که پولایی با آقای بنزی داده شد، پاس که چیز شد که پاس منحل شد دیگر از اینو مگه. بعد اون آقای آجرلو توی تیم استیلازی بودن، بیشترین هزینه ها رو بند خدا آقای هدایتی انجام داد اونجا یادتون بشه. خب بعد این کجا رفتن ایشون؟ خوشبخت ها هر جان که رفتن آقای آجرلو به همه رو گنج بودن دیگه، رفتن کجا؟ رفتن تراکتور. تو تراکتور هم خب دوباره آقای دمیزگی رو بردن دیگه. چه هزینه بابت آقای دمیزگی شد توی کجا؟ توی تراکتور. خود تراکتور هم نزدیک بود مثل شبیه اصیل آزین و پاس بشه، یعنی به نوعی منحل بشه. آقای هاشمی
در واقع سالها کاربند سازمان تربیت فنی بودم. خب خود منم سازمان تربیت فنی بودم، البته که بعد شد وزارت ورزش. البته خوابشون در واقع سابقه منو نه، یعنی ما جز با تجربه ها بودیم، بعد سالها اینا اومدن. اما خب آقای هاشمی هم پسر خوبیه، اما آقای هاشمی هم در واقع هم که شما گفتین آقای هاشمی هم توی مقطع خوب شدن دیگه، به ما یه رئیس فدراسیون دیگه. دقیقا حالا چیز موقت شدم، حتی توی یه مقطع از من خواستن که دبیر بشم که من نپذیرفتم. چون پسر خوبیه، اما معیار ملاک پسر خوب بودن تنها کافی نیستشه. آقای عزیز خادم هم که اگه یادتون نرفته باشه، اولا ایشون چه به فوتبال زنی که آقای عزیز خادم یادمون نره 4 سال پیش هم ایشون کاندید بودن که بعدا وقتی انتخاب نشدن اینا عنوان کردن که اینا همش دستوری و خلاصه از قبل تعیین شده. و حالا چه فرقی کرده با 4 سال پیش که دوباره ایشون مجددا اومدن؟ بعد ایشون اصلا سابقه مدیریتیشون کجا، سابقه فوتبالیشون اصلا محلی از اعراب تو فوتبال دارن؟ میمونی یه آقای کریمی، آقای مهدوی کیا. خب اینا بچه های دوست داشتنی و واقعا هم خب فوتبالی هم بودن، اون نخبه های فوتبال ما بودن، اصلا شکی ردشی نیست. اولا اینو من بگم، تو تمامی این مقاطع باید از کنم خدمتون، انتخابات در واقع انتصابات بود نه انتخابات. من اون موقع مربی تیم ملی بودم، فکر کنم 2 دفعه به عنوان نماینده مربیان تو انتخابات شرکت کردم. کاملا مشخص بود مثلا من به کی رأی میدم، در واقع به نوعی انتصاباته. آقای مهدوی کیا، آقای کریمی، خب اینا فوتبالی هم منطقه یه مشکلی هم دارن، یه مقدار به هر سوابق مدیریتی ندارم با بشکل، یعنی البته بعد اینا بچه های باهوشی هستن، طبعا میتونن از یه سری از آدم هایی استفاده کنن که اون نقیصه شونو مثلا چیکار کنن؟ بپوشنن، جبران کنن. اما سخته دیگه، سخته که خود اینا رای بیان. وقتی شما میبینی آدم 40 سال همه رئیسیته، شما چه جوری میخوایی مثلا بیاد به مثلا مردوی که ها به علی کریمی رای بده؟ بله، صحبت‌های محمد مایلی‌کهن رو شنیدیم. وضعیت ترکیب آرای مجمع عمومی در انتخابات فدراسیون فوتبال، حامیان و تعداد آرا و سایر موارد انتخابات فدراسیون نکته مهم دیگه‌ای که با زهرا در موردش همراه میشیم. بله، رقابت داغ انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه بالاخره 2 روز دیگه اینجا در سالن اجلاس سران در تهران برگزار میشه. 4 چهره و 1 صندلی، کیومرث هاشمی، شهاب عزیزی خادم، علی کریمی و مصطفی آجرلو قراره در این انتخابات به مساف هم برن. رقابتی که سرانجام اون بیشتر از هر چیزی به قدرت لابیگری، منافع قومیتی سیاسی و تا حدی اقتصادی نامزدها و حامیانشون گره خورده. همه این لابیگری ها اینجا انجام میشه در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، مجمعی که 89 عضو داره. سعی کردیم تقسیم بندی اعضای مجمع رو مشخص کنیم. همونطور که میبینید باشگاه ها 38 حق رأی دارن در این انتخابات. هیئت‌های فوتبال استان‌های کشور 32 رأی دارن. فدراسیون‌های ورزش دانش آموزی، دانشگاه کارگری و نیروهای مسلح 4 رأی، کاپیتان‌های تیم‌های ملی و سرمربیان تیم‌های ملی هر کدوم 6 رأی، 2 داور مرد و زن و 1 نماینده از اتحادیه باشگاه‌های فوتبال در این رأی‌گیری حضور دارن و رأی میدن. اما مجمع 89 عضوی در این انتخابات 87 حق رأی داره. چرا؟ چون تیم ملی ساحلی فوتبال زنان نداریم، به همین خاطر رأی کاپیتان و سرمربی تیم ملی ساحلی رو باید حذف شده بدونیم. حالا بیایید یه نگاهی بندازیم به سبد تخمینی آرای این 4 نامزد. هر کدوم از اونها برای پیروزی در این انتخابات نیاز به 43 به علاوه 1 رأی داره. در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده میشه. باش
شهاب عزیزی خادم شروع کنیم که تو بخش قبل مفصل‌تر درباره‌اش صحبت کردیم. عزیزی خادم با حمایت شخص وزیر ورزش مسعود سلطانی فر، جریانی از وزارت سمت و تیم اقتصادی دولت روحانی و همچنین صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک وارد این کارزار شده. اونطور که بنا به ما گفتن شهاب عزیزی در سبد آراش در حال حاضر نزدیک به 35 رأی میتونیم بگیم سقفش رأی اعضای مجمع رو داره، با تاکید بر این که این برآوردها تخمینیه و این آرا ممکنه تا صبح انتخابات تغییرات اساسی کنه. به هر حال لابیگر فعال آقای عزیزی حیدر بهاروند، سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ. بهاروند چهره کلیدی این انتخاباته، اینو فراموش نکنید. برخی اهالی فوتبال پیش بینی کردن که بهاروند از عزیزی خادم به سمت کیومرث هاشمی چرخش پیدا میکنه. باید تا آخرین روز صبر کنیم و ببینیم سبد آرای در بهاروند که خودش برای همین پست ریاست رد صلاحیت شد، در نهایت نصیب کدوم یکی از نامزدها میشه. کیومرث هاشمی هم با حمایت جریانی از اصولگرایان پا به این انتخابات گذاشته، چهره‌ای که در انتخابات سال 96 از ابراهیم رئیسی حمایت کرد و در حال حاضر حمایت مهدی علی‌نژاد معاون قهرمانی وزارت ورزش رو هم در اختیار داره. منابع ما سبد تخمینی آرای آقای هاشمی رو تا 20 رأی برآورد کردن. سبد رأی که با لابی های علی کفاشیان و البته مهدی محمد نبی پر شده و با چرخش احتمالی بهاروند، تصور کنید اگر بهاروند به سمت هاشمی آراش رو بچرخونه، میتونه این سبد به بهترین سبد آرای این انتخابات تبدیل بشه. چهره بعدی مصطفی آجرلو. آجرلو با حمایت بخشی از سپاه پاسداران و نزدیکی زیاد به محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی برای دومین بار داره شانسش رو برای ریاست فدراسیون امتحان میکنه. آجرلو هم سبد آرای بعدی نداره. 20 رأی براش تخمین زده شده تا اینجا. به نظر میاد جز خودش هم لابیگر فعالی در مجمع نداره و باید ببینیم چینش آرا تا روز آخر چقدر براش متفاوت خواهد شد. و خب علی کریمی که نیازی به معرفی نداره. کریمی بدون حمایتی از طرف جریان‌های سیاسی یا اقتصادی وارد این کارزار شده، تنها چهره مستقل این انتخابات که میشه گفت حمایت افکار عمومی رو داره. این حمایت اما براش سبد رأی به همراه نخواهد داشت. سبد رأی کریمی رو چیزی بین 10 تا 12 رأی تخمین میزنن، حتی کمتر. رأی‌هایی که احتمالاً بیشتر از سمت باشگاه گیلانی، فوتبالیست‌ها و مربیان عضو مجمع به حسابش واریز خواهد شد. شنیده‌ها اما که از جعفر صمیم مدیر عامل باشگاه پرسپولیس رأیش رو به علی کریمی خواهد داد. جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس هم در گفتگوی تاکید کرده که برای رئیس شدن علی کریمی همه کار میکنه. حالا ببینیم کدوم استان‌ها بیشترین حق رأی رو در این انتخابات دارن. کرمانی‌ها با 6 رأی بیشترین قدرت رو در بین استان‌ها دارن. ائتلاف قومیتی اینجا نقش پررنگی داره. تبریز 5 رأی، بوشهر، گیلان، خوزستان و اصفهان هم با 4 رأی استان‌های قوی بعدی هستن. اما نکته جالب اینه که مجموعه سایپا به تنهایی 4 رأی در این انتخابات داره. باشگاه فوتبال مردان سایپا در لیگ برتر، تیم فوتسال زنان سایپا در لیگ برتر فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتسال زنان که سرمربی تیم فوتسال زنان سایپا هم هست و کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان فرزانه توسلی که او هم عضو تیم فوتسال زنان سایپا. چیزی که تا اینجا تاکید میکنم تا اینجا به نظر میاد اینه که انتخابات به احتمال زیاد به دور دوم کشیده میشه. فوتبالی بخوایم حرف بزنیم، احتمال صعود شهاب عزیزی از همه بیشتره. آجرلو و کیومرث هاشمی هم دو گزینه اصلی هستن برای رفتن به دور دوم. اتفاقی که اگر بیفته معادلات زیادی در رأی‌گیری دور دوم خیلی تغییر میکنه، از چرخش لابیگرها به سمت یه نامزد دیگه تا حتی انصراف یکی از نامزدها در دور دوم. تنها چیزی اما که تا الان مشخصه اینه که هیچی در این انتخابات قابل پیش بینی نیست. باید تا یک شنبه صبر کنیم و ببینیم سکان فدراسیون بدهکار فوتبال ایران به دست کدوم یکی از این نامزدها میفته. برمیگردیم به ادامه بحث. زهرا، راجع به موضوعی که صحبت کردی، امروز حالا چند ساعت پیش خبر رسید که احتمالاً علی کریمی اصلا نیاد تو انتخابات. گفته میشه که محمد دادکان ازش خواسته که این کار رو نکنه. راجع به این توضیح میدی؟ کریمی خودش گفته بود این رو که اگر دادکان از من بخواد من به نفع یکی از نماینده‌ها کنار میکشم اگر کسی رو معرفی بکنه.
کریمی خب سبد رأی خوبی نداره مزدک، همه میدونن که در این انتخابات شانسی نداره، باید لابی کنه توی مجمع با باشگاه با هیئت‌های فوتبال، کارهایی که اصلا علی کریمی نمی‌کنه و فکرم نمی‌کنم بخواد بکنه. با این حساب شاید براش بهتر باشه که از این انتخابات کنار بکشه، چون در نهایت رأی نخواهد آورد. اما بعد کنار بکشه رأیش ممکنه به کی برسه، این خیلی مهمه. باید ببینیم توی لابی ها چه اتفاقایی میفته. اما خب این هم خیلی مهمه که محمد دادکان از چه گزینه‌ای بخواد حمایت بکنه. نمیشه گفت، بعد صبر کنیم ببینیم تا چه اتفاقایی میفته. این نقش بهاروندم، این خیلی بهاروند میشه گفت از همه این چهره ها مهمترین چهره در واقع بهاروندی، کسی که رد صلاحیت شد ولی خب هیئت ها رو داره دیگه، هیئت ها رو داره. خب سالها توی سازمان لیگ، توی فدراسیون فوتبال هم در یکی دو سال اخیر روابط خیلی خوبی داره با اعضای مجمع و خب خیلی نقش تعیین کننده داره در این انتخابات. بهاروند به کجا وصله؟ یعنی از نماینده چه طیفیه؟ به خاطر اینکه خب آقای کفاشیان که مشخصه، آقای بهاروند فکر میکنم بیشتر از طیف فدراسیون نشینای قبل خودش، از آقای تاجینا فکر میکنم بله بیشتر از اون سمت حمایت میشه. یعنی در واقع تفاوتی از بین کفاشیان که خودش یه رقابت اینجا تاج. بین کفاشیان و تاج هم دقیقاً داره. دقیقاً. خیلی پیچیده است واقعا اتفاقی که داره میفته و وضعیتی که وجود داره خیلی پیچیده است و همه چیز ممکنه روز یک شنبه تا ساعت 10 صبح یعنی تغییرات اتفاق بیفته که هیچ کس انتظارش. یعنی بهاروند تا الان مشخص نشده دقیقاً با کدوم از این گزینه‌ها هستش، یعنی منتظره که پشت پرده داره اتفاقاتی میفته ما نمیدونیم چیزی که تا الان به نظر میاد این که سبد آرای بهاروند فعلا در اختیار شهاب عزیزی خادمه. اما گفته میشه داره تلاشایی میشه که این سبد آرا به حساب کیومرث هاشم یعنی بره. شما معتقدی که کسی که تعیین میکنه برنده انتخاباتو حیدر بهاروند. البته 32 تا استانن و البته از نقش وزارت ورزش نباید بگذاریم این وسط به هیچ وجه، ولی خب وزارت ورزش عنوان کرده که از هیچ گزینه‌ای و نامزدی دفاع نمی‌کنه. اما هم در واقع هم کیومرث هاشمی و هم شهاب عزیزی خادم هر دو حمایت بخشی از مطمئن باشه به ذات برد از یکی از اینا حمایت میکنه. این که میگه نمی‌کنم مطمئن باشه اگه چیزی نمیگفت مطمئن در واقع در رسانه‌ها مطرحه که بله مطمئنه. خب ایشون قبلا محسن غریب رو می‌خواستن که خود محسن غریب در واقع سعی کرد که بکشه کنار و شرکت نکنه. مطمئن باشید شک نکنید آقای هاشمی این در واقع این پیشنهاد وزارت ورزش بهش نمیداد که نمی اومد انتخاب، به خاطر اینکه شناخت کسی ازش نداره. نه تنها وزارت ورزش، نهادها و ارگانهای دیگه، یعنی یه تضمینی در واقع گفته میشه گرفته برای پیروزی در این انتخاب. اما خب معادلات مجهول زیادی وجود داره که باید تا روز یک شنبه صبر کنیم. خیلی ممنون زهرا. اما همونطوری که حتما میدونید ما هم قبلا اشاره کردیم، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر یا ساترا به برنامه علی کریمی مجوز پخش در فضای مجازی نداد. کریمی به دلیل اینکه در مناظره هم شرکت نکرده بود به هر شکل این اتفاق براش افتاد. ما اینجا برای اولین بار بخشی از برنامه‌ای که برای علی کریمی تهیه شده بود رو برای شما پخش می‌کنیم. ما تمام قد پشت دستیم و امیدوارم که این اتفاق خوب رقم بخوره و شما رئیس فدراسیون بشید. مرداد به من زنگ زد گفت علی میخواد کاندید فدراسیون فوتبال بشه. من هم با مرداد صحبت کردم، بلافاصله با علی صحبت کردم و به علی گفتم علی سخت انتخاب شدنه، تو اگه قراره به عنوان علی کریمی بیای کاندید بشی باید انتخاب بشی، اگر نه نیا. با تمام وجود استقبال میکنم از اینکه جرأت کرد، شجاعت کرد اومد تو این انتخابات و اونم قوانین فیفا بهش اجازه داد و الله حالا حالا نمیذاشتن از ما کسی تو این سیستم بیاد ورود کنه. سخته. ببین من در 15 سال تو شهرداری تهران بودم تو بحث انتخابات شورا و مجلس اینا خوب کمک کرده. بحث لابیگریه که خب اینا از 5-6 ماه پیش بالاخره ارتباطاشون رو زدن. خوششانس علی اینجوری کمه. همونجوری که سیاست جای ورزشکارا نیستش، فکر کنم فوتبال هم مختص به کسایی که واقعا سررشته از ورزش دارن. بودن علی کریمی اولا افتخار ماست. علی کریمی فوتبالیه، ما هممون با تمام وجودمون حمایت میکنیم. میدونیم که آقای کریمی دلسوز فوتباله، حتما به فوتبال دلش میسوزه که بیا تو کاندید بشه. علی آدم لابی نیست. انتخابات فدراسیون فوتبال یعنی لابیگری، یعنی تو بری لابی کنی، هر کی لابیش قوی تر باشه طبیعتا انتخاب میشه. و علی چون کلن با لابی مشکل داره فکر میکنم علی شانسی نداره. من فکر میکنم علی اون پتانسیل رو داره، اگرم واقعا این شانس رو داشته باشه که بتونه
رئیس فدراسیون بشه مطمئنا کمک بزرگی به فوتبال خواهد کرد. زمانی علی کریمی میتونه رأی بیاره تو این جو آلوده فوتبال ما که 20 تا از ما 20 تا از استقلال پرسپولیس رئیس هیئت‌های فوتبال باشن که ما بدونیم کی داره رئیس فدراسیون میشه، ما بهش رأی میدیم. وقتی ماها رئیس هیئت ها بشیم بهش رأی میدیم. اما اگر قرار باشه آدمایی که صرف مثل چسب از این میزنن روش اسپری هم میزنن 1-2-3 15 سال مرده رو نمیتونی از سمت هیئت فوتبال جدا کنی، تو چه توقعی داری به علی کریمی رأی بدن؟ فوتبال ما رو به نام امثال علی کریمی و علی دایی میشناسن، بیاد تو انتخابات فدراسیون فوتبال که متعلق به امثال علی کریمی شرکت کنن و رأی نیارن، این از بدبختی فوتبال دیگه. الان من فکر میکنم رئیس فدراسیون هم تعیین شده، من و شما نمیدونیم، فقط کافیه اون زبدرا رو بکشن مربع بشه مثلث بشه. یه عده مثل من میگم علی کریمی شانس نداره، رأی نمیاره، به این دلیلی که میدونم فدراسیون فوتبال انتخاباتش همه لابیه. ولی اونایی که از روی غرض میگن علی کریمی نباید بیاد، اونا نمیفهمن، یعنی اصلا اونا فوتبال نمیدونن چیه. وقتی 90 نفر اون حدودایی که دارن رأی میدن برای انتخابات فدراسیون فوتبال 90%شون غیر فوتبالیان، توقع نمیره علی کریمی رأی بیاره. مگه حتما باید همه کارو خودش انجام بده؟ 4 تا مشاور طرفینش میشونه، تصمیمای فوتبالی میگیرن. یه بار امتحان کنید، بذارید یه فوتبالی فوتبالو بچرخونه. آقا چند سال غیر فوتبالی‌ها دارن میچرخونن. از اون جمله زیبای آقای کفاشیان استفاده کنم که هر کی بره رو صندلی الان بشینه باطلاقه، اگه کسی قرار این باطلاقو بخوشکونه، یک مثل علی کریمی میتونه بخوشکونش. آقای کریمی، مطمئنم که شما موفق میشین تو بحث مدیریت. چجور تو فوتبالتون موفق بودین، مطمئنم تو بخش مدیریت هم موفق بشین تا بتونین که به فوتبال مملکتمون خدمت کنین. حق فوتبال ما این نیست، تو آسیا انشالله حقمون رو بگیر. علی عزیزم، روزی که اومدی تیم ملی خیلی جوان بودی، اولین بازیت هم دفاع چپ بازی کردی، ولی بعدها ثابت کردی که چقدر جواهر با ارزشی هستی. امروز جرأت کردی اومدی کاندید فدراسیون فوتبال شدی، ما به تو افتخار میکنیم. اگر هم شکست خوردی، شما اینو بدون که شما شکست نخوردی، فوتبال ما شکست خورد که این شانس رو بهت نمیده رئیس فدراسیون فوتبال بشی. راستیتش میخوام فقط از علی یه سوال کنم که علی، اگر علی دایی میومد تو چی کار میکردی؟ بله، بله، در ابتدای برنامه 9 گل برتر نیم فصل اول رو دیدیم. امشب میخوایم با نظر شما بهترین گل نیم فصل رو انتخاب بکنیم و فکر میکنم که آماده باشه. بریم یه بار دیگه ببینیم. فقط توضیح رو بدم که از فردا صبح میتونید به اینستاگرام ورزشی شبکه ایران اینترنشنال برید، اونجا لینکی هست که شما رو به کانال تلگرام ما میبره و از اونجا میتونید که در نظرسنجی ما شرکت کنید. بریم گل رو ببینیم.
برای شرکت در این نظرسنجی به اینستاگرام ورزشی شبکه ایران اینترنشنال برید. اما مثل همیشه بخش فوتبال زنان یکی از بخش‌های ثابت برنامه است. تا لحظات دیگه بخش فوتبال زنان رو می‌بینید. در یک شنبه‌ای که گذشت، هفته دوم لیگ برتر زنان به میزبانی اصفهان و سنندج برگزار شد. در یک بازی حساس در ورزشگاه ملک نیا سنندج، فوتبالی‌ها پس از 15 ماه دوباره شاهد بازی مهیج وشان و شهرداری بن بودند. بازی که البته با تساوی بدون گل به پایان رسید. وچانی‌ها برای بازگشت به کورس قهرمانی نیاز مبرمی به سمتیاز این بازی داشتن، اما نتونستن از موقعیت‌هاشون در نیمه اول استفاده کنن. در نیمه دوم هم خب شاهد بازی بهتری از بمی‌ها بودیم. ضربات زهرا قنبری توسط سرشین کمانگر بلوکه شد و بهناز طاهرخانی هم اونور مأمور مهار سمیه خرمی گلزن شماره 1 فصل گذشته لیگ بود. در نهایت اما حاصل این دیدار پربرخورد تقسیم امتیازات با تساوی بدون گل بود. در اصفهان اما و ورزشگاه صفایی مبارکه این شهر، سپاهان با نتیجه عجیب و با 6 گل مغلوب تیم خوب شهرداری سیرجان شد. نتیجه‌ای که راه قهرمانی رو برای سیرجانی‌ها هموارتر کرد. خلاصه این بازی رو با گزارش مزدک میرزایی ببینیم. توپ بلند به منطقه جریمه، مدافع سپاهان توپ رو برمیگردونه. شبنم بهشت، چتنور در پی این توپ هست، به زهرا علیزاده میرسه. دوباره چتنور میتونه ضربش رو بزنه، اینجوری میزنه و گل. گل اول برای تیم سیرجان. شهرداری سیرجان یکی جلو میفته. یه پاس عمقی قشنگ، افسانه چتنور حرکت کرده، حالا وارد منطقه جریمه میشه برای شبنم بهشت. دهانه دروازه و گل دوم. گل دوم به زیبایی با یه همکاری قشنگ به دست میاد. زهرا علیزاده پا به توپ شده، یه مدافع رو از مقابل برمیداره، اینم مدافع دوم، خود زهرا علیزاده توی دروازه. یه سوپر گل از زهرا علیزاده، نتیجه رو 3-0 میکنه. یکی از گل‌های فصل رو میزنه. نگاه کنید، تکنیک فوق‌العاده، درایت بالا، خونسردی و اینم ضربه نهایی. 3-0 میشه نتیجه. هاجر دباغی، عارفی سید کاظمی از دروازه بیرون میاد. حالا موقعیت برای سپاهانی‌ها. شقایق روزبهان ضربه رو نرم میزنه توی دروازه. 3-1 میشه نتیجه. سپاهان امیدوار میشه. بریم به نیمه دوم. سنا صادقی پشت مدافعان، هاجر دباغی تک به تک و گل. 3-2 سپاهان به بازی بر میگرده، اختلاف به 1 گل میرسه. سهیلا نظام آبادی، شبنم بهش تک به تک، ضربش رو میزنه و گل. گل چهارم رو میزنن سیرجانی ها. یه حرکت خوب، علیزاده فرار کرده، میتونه شوت بزنه، توپ رو عالی میکاره. چتنور یه کیف فوق‌العاده، یه گل تاکتیکی عالی. 5-2 پشت منطقه جریمه علیزاده و توی دروازه. اینم گل ششم. 6-2 میشه نتیجه. چقدر خوب بازی کردن بازیکنهای شهرداری سیرجان. نتیجه 6-2 و بازی پایان میرسه. بله، چقدر گل‌های زیبایی دیدیم در این بازی. جدول این رقابت‌ها رو ببینیم. در پایان هفته دوم شهرداری سیرجان می‌بینید با جدول رو از دست دادیم. شهرداری سیرجان در صدر با 6 امتیاز برگشت. شهرداری بن با 4 امتیاز در رتبه دوم، وچان 1 امتیاز و سپاهان بدون امتیاز. خیلی عجیبه، فعلا در قعر جدوله. برنامه بازی‌های حساس و جذاب این هفته رو هم ببینیم با هم. شهرداری بن شنبه ساعت 1 به مسافه شهرداری سیرجان میریم، بازی در ورزشگاه فجر بن برگزار میشه. در صفایی هم سپاهان این هفته هم میزبان وچان کردستان. این بار گزارشی تهیه کردیم و نگاهی انداختیم به این بازی‌های حساس که فردا در دو شهر اصفهان و بن برگزار میشه. حواستون باشه که جدال حساس بن بین شهرداری این شهر و شهرداری سیرجان میتونه چهره قهرمان این فصل رو تا حد زیادی مشخص کنه. گزارش رو ببینیم و بعد برمی گردیم به مزدک و آقای تقوی با ادامه برنامه.
شنبه داغ لیگ برتر فوتبال زنان. اصفهان و بم میزبانان هفته سوم مرحله نهایی. در صفایی سپاهان بحران زده این روزها میزبان وچانه کردستان است. پس از شکست برابر بم و باخت تحقیرآمیز 6-2 برابر شهرداری سیرجان، حالا خبرهایی از آشفتگی در اردوی طلایی پوشان به گوش می رسد. از جمله غیبت مهناز امیر شقاقی سرمربی این تیم در تمرینات. احتمال داره که یا بازیکن سر بخوره یا توپ خیلی بگیره. بس حمایت‌ها رو بیاین، ول نکنین، نگین که رفت دیگه توپو میزنه. شرایط هر چه که باشد، سپاهان صفر امتیازی محکوم به پیروزی در این میدان است. میدانی حساس که تیم خوب کردستانی با رهبری زهرا قنبری وارد آن خواهد شد. بازیکنی که در فصل‌های گذشته نشان داده اشتیاق زیادی برای گلزنی به تیم‌های اصفهانی دارد. در ورزشگاه فجر بم، شهرداری بم و شهرداری سیرجان دربی کرمان را برگزار خواهند کرد. سیرجانی‌ها تنها تیم بدون شکست لیگ امسال بی‌رحمانه بازی می‌کنند. به این مثلث نگاه کنید. افسانه چتنور، زهرا علیزاده و شبنم بهشت. آنها تا اینجای فصل 40 گل به ثمر رساندند. آماری باور نکردنی. در آن سوی میدان، بم، پر افتخارترین تیم لیگ برتر، خط حمله آتشین همیشگی را ندارد. 6 گل از بهناز طاهرخانی و 5 گل از مونا حمودی بهترین گلزنان فصل جاری این تیم. آماری ناامید کننده برای مدافع عنوان قهرمانی. در شنبه داغ لیگ برتر زنان پیروز جدال حساس کرمان نیمی از راه قهرمانی را طی خواهد کرد. لیگ برتر فوتبال ایران بعد از یک نیم فصل پر حرف و حدیث از روز دوشنبه وارد نیم فصل دوم میشه. این فصل فوتبال ایران 38مین دوره بازی‌های لیگ باشگاهی در کشورمون هست و همینطور 20مین دوره بازی‌های لیگ برتر. به دلیل پایان دیرهنگام فصل گذشته ناشی از شرایط کرونایی، این فصل لیگ برتر دیرتر از همیشه و در روز 16 آبان ماه شروع شد و روز اول اسفند ماه با برگزاری بازی عقب افتاده گلگهر و پرسپولیس به پایان خودش رسید. برای اینکه با وضعیت تیم‌ها در آغاز این فصل دوم آشنا بشیم، بریم گزارش مجید نوریان رو ببینیم. لیگ 20م، وقفه یک هفته‌ای در آغاز هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران. وقفه‌ای که دلیلش آمادگی بیشتر باشگاه‌ها و تعویق اردوی تیم ملی ایران عنوان شد. محمود فکری اولین فصل جنجالیش به عنوان سرمربی استقلال را با برد 2-0 مقابل مصر رفسنجان در ورزشگاه آزادی آغاز کرد. فکری برای تکرار این بازی باید تیمش را به کرمان ببرد. آبی‌های تهران که در ابتدای فصل قهرمانی را نشانه گرفته بودند، حالا با 4 امتیاز اختلاف از پرسپولیس حریف دیرینه در جایگاه سوم جدول هستند. قهرمانی استقلال پس از 9 سال آن هم با فکری حالا برای هواداران این تیم بسیار رویایی به نظر می‌رسد. رویایی که بسیاری از بازیکنان سابق استقلال را برای هدایت این تیم به تکاپو واداشته. خدای من. در آن سو پرسپولیسی ها که فصل را خوب شروع نکردند، حالا با 30 امتیاز در صدر جدول و شانس اول قهرمانی هستند. قرمز های پایتخت فصل را در حالی شروع کردند که خودشان را برای فینال لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌کردند. عدم تمرکز روی لیگ ایران اما شاید دلیل نتیجه ضعیف پرسپولیس در اوایل فصل بود. پرسپولیس اما در 15 بازی تنها 1 باخت مقابل آلومینیوم عراق داشتند. با اضافه شدن مهدی ترابی و عیسی آل کثیر، پرسپولیس نیم فصل بهتری را پیش رو خواهد داشت. مهدی عبدی. اگر قهرمانی برای 5مین بار پیاپی در تهران و نزد پرسپولیس نماند، سپاهان یکی از شانس‌های اصلی این عنوان است. محرم نویدکیا اولین فصل حضورش روی نیمکت سپاهان را تجربه می‌کند. اسطوره اصفهانی‌ها فصل را خوب شروع نکرد.
اما با وجود شکست 3-1 مقابل گلگهر سیرجان، محرم تیمش را خوب جمع و جور کرده و با اختلاف 2 امتیاز پشت سر پرسپولیس نزدیکترین تعقیب کننده عنوان قهرمان است. صبحاً تیم دیگر اصفهانی هم برای جلوگیری از سقوط به دسته پایین‌تر به تغییر مربی دست داده. آنها رحمان رضایی را با مجتبی حسینی عوض کردند. رفت و آمدهای معمول و غیر معمول مربیان بین باشگاه هم از اتفاقات حاشیه‌ای این فصل است. رسول خطیبی بدون اطلاع مدیران آلومینیوم به تبریز رفت و سرمربی تراکتور سازی شد. وضعیت نابسامان تیم شهر خود را آینده و بقای آنها را نشانه گرفته. 20 لیگ پرحاشیه فوتبال ایران نیم فصل دیگری را آغاز خواهد کرد. بله، این نکته را اشاره بکنم که ما بازی‌های دوشنبه بعد از دور لیگ برتر رو که 8 بازی هست رو همون شب ساعت 11 شب در برنامه هتریک حتما بررسی می‌کنیم. محمد تقوی هم حضور خواهد داشت. جمله پایانی محمد را می‌شنویم. نه هیچی، منتظریم ببینیم بازی‌ها چه اتفاقی می‌افته دیگه، چیزی خاصی نداریم بگیم. و وضعیت استقلال؟ استقلال فعلا آدمایی هستن که دارن استقلال نابود میکنن. دوشنبه قشنگ صحبت میکنن، توضیح میدیم که چرا به این روز افتاده استقلال واقعا. بله، اوضاع استقلال واقعا نابسامانه. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. متشکرم از اینکه تا به این لحظه ما رو همراهی کردید. همراه با تمامی همکارانم از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.